سلام بر شما خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت من فریبا شیرازی هستم در این برنامه نخست به سخنان رد و بدل شده میان علی متحرین نماینده مجلس و احمد علم الحدا امام جمعه مشهد در خصوص عملکرد مجلس خبرگان رهبری و نظارت بران می پردازیم که به گفته منتقلین به مجلسی تشریفاتی تبدیل شده است. به موضوع افزایش قیمت نان خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به یک نظرسنجی در خصوص مذاکرات هسته ای از مردم ایران که خبرگزاری ایرنا هفته گذشته آن را منتشر کرد. گزارشی نیز داریم از کسب مجوز حزب ندای ایرانیان از سوی کمیسیون مانده ده احزاب وزارت کشور جمهوری اسلامی و مروری داریم به بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور که هفته گذشته منتشر شد در پایان برنامه طبق روال بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با مروری بر آخرین تحولات ترکیه و منطقه با ما همراه باشید علی متحری هفته پیش طی سخنانی که جنجال برانگیز شد علاوه بر انتقاد از ادامه حصر رهبران جنبش سبز از وضعیت خبرگان رهبری هم انتقاد کرد و گفت اینکه بگویند خبرگان متشکل از مجتهدانی است که کسی حق ندارد در مورد آنها حرفی بزند بی ربط است وظیفه خبرگان بررسی عملکرد رهبری و زیرمجموعه ایشان بوده اما اعضای خبرگان تا کنون وارد این موضوع نشدند به خطاب به احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نوشت و با برجسته کردن حمایت امام زمان از ولی فقیه برای خامنه این نوعی اسمت قائل شده است امام جمعه مشهد پیشتر گفته بود مجلس خبرگان نمیتواند بر عملکرد ولی خود نظارت کند. علی متحری نماینده مجلس خطاب به احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نوشته و با برجسته کردن حمایت امام زمان از ولی فقی برای خامنه این نوعی اسمت قائل شده و وست کردن همه چیز به امام زمان تمایلی عوامانه است. آقای متحری در روزهای گذشته در یک سخنرانی در مشهد گفته بود ولی فقیه معصوم نیست و نظر وی در مورد ادامه حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی با نظر خامن این متفاوت است آقای علم الهدا امام جمعه مشهد نیز در واکنش به این سخنان گفته بود حتی اگر نظر کسی با ولی فقیه مخالف باشد نباید آن را بیان کند آقای متحری در پاسخ به اظهارات علم الهدا در نامه به وی نوشته اظهارات او مبنی بر اینکه کسی حق ندارد نظر مخالف خود را در مقابل نظر رهبری قرار دهد با سیره پیامبر اسلام و امام اول شیعیان سازگار نیست این نماینده محافظ کار مجلس به اظهارات علم الحدا مبنی بر اینکه چون ولی فقیه مورد حمایت امام زمان است اشتباه نمی کند نیز انتقاد کرده و نوشته امام جمعه مشهد از این طریق برای علی خامنی به نوعی اسمت قائل شده است و افزوده تمایل به وصل کردن همه چیز به امام زمان و در نتیجه خود را از زحمت تفکر و تعقل و تصمیمگیری و اظهار نظر رهاندن مورد تمایل شدید عوام قرار دارد نماینده مجلس به سخنان دیگر علم الهدا مبنی بر اینکه خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند هم واکنش نشان داد است و از امام جمع مشهد پرسیده آیا نظارت بر بقای شرایط می تواند بدون نظارت بر عمل کرد تحقق یابد؟ آقای متحری ادامه داده مقدمه نظارت بر شرایط نظارت بر عمل کرد است و مقدمه واجب واجب است. بارها گفتم که اگر از هم ابتدا دو طرف قضیه را می آوردند؟ و محاکمه کردن به داخل سهم هر کسی مشخص میشد بدون رو دروسی نقشی که این آقایون داشتن نقش... نقش... نقشی که آقای احمدی نجات داشت نقشی که احیانا شورای نگهبان داشت نقشی که احیانا سپاه و بسیج در دخالت در انتخابات داشتن و اینا رو همه رو با هم میدیدیم اینایی که بر تبل تفرقه میکوبند که اینا باید اعدام بشن چنین بشه اینا, من اینا رو من نمیپسندم گاهی هم بهره سیاسی هم میکنن از بعضی حوادث مثل همین فتنه و اینا بالاخره گاهی به قول معروف کاسبی می حالا به هر چیز رو به بهانه فتنه رقبای خودشون رو از میدان به در اظهارات متحری در حالی است که اخیرا مهدی کروبی سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از رهبران جنبش سبز از طریق خانوادهش برای علی متحری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیامی فرستاده و خواسته است تا حق دادرسی و فراهم نمودن مقدمات لازم جهت برپایی دادگاهی علنی برای او را پیگیری کند آقای کروبی حکم حصرش را یک مجازات غیرقانونی خوانده و از متحری تقاضا کرده مطابق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه های برگزاری یک دادگاه علنی را برای بررسی اتهامات او فراهم کند. مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات بحث برانگیز سال 88 به امراه میر حسین موسوی و خانم رهنورد از 25 بهمن ماه 89 در حصر خانگی به سر می برند. به دنبال سخنان جنجالی علی متحری یک نماینده مجلس خواستار بررسی مجدد اعتبارنامه علی متحری شد. آقای متحری اخیرا با سخنانی تلویحا در از بین رفتن شرط عدالت خامنه ای در جایگاه ولایت فقیه تشکیک کرده بود. از دیگر سعید جلیلی نماینده علی خامنه در شورای عالی امنیت ملی گفت میر حسین موسوی و مهدی کروبی در ارتباط با وقایع سال 88 در حصر قرار نگرفتند. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری خواستار بررسی مجدد اعتبارنامه علی متحری نماینده تهران شد و به وی هشدار داد با این مواضع از ملت سیلی میخورد جواد کریمی قدوسی به علی متحری گفته که موضع هایش نشان میدهد با اینکه از خانواده شهید است بصیرت و تحلیل ندارد آقای متحری هفته پیش در یک سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به مخالفت آقای خامنه ای با پایان دادن به زندان خانگی رهبران جنبش سبز گفت چنین نظری را مصداق حکم حکومتی نمی به و افزود این نظر ایشان است که کسی می تواند با آن مخالف باشد و من قانع نشدم من نسبت به این صحبت قانع نشدم و لذا باز هم اصرار دارم حصر بدون حکم قضایی ظلم است و عادلانه نیست اعتبارنامه هر نماینده مجلس شورای اسلامی باید پیش از شروع رسمی مسئولیت وی از سوی مجلس شورای اسلامی تایید شود و در صورت لغو این اعتبارنامه توسط نمایندگان و تایید این تصمیم در شورای نگهبان یک نماینده از مجلس اخراج می شود پیشتر نیز روح الله حسینیان نماینده عضو جبهه پایداری خبر داد شماری از نمایندگان به دلیل اظهارات آقای متحری درباره رفع حصر مهدی کروبی میر موسوی و زهرا رهنورد از او به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کردند علی متحری که از سیاسی منتقد ادامه بازداشت خانگی سران مخالفان جنبش اعتراضی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران است اوایل تیرماه ماه در مراسمی گفته بود این غلط است که ما بدون حکم قضایی و تشکیل دادگاه ادعی را در حس بگذاریم و بعد بگوییم که به شما لطف کردیم این در حالی است که پیش از آن از خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روایت شده که جرم کسانی که حبس خانگی شدند بزرگ و حکم آنها سنگین خواهد بود اما آنها بر اساس ملاطفت محاکمه نشدند مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اخیرا از علی متحری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خواسته است تا از جانب وی پیگیر محاکمش در یک دادگاه علنی باشد در همین راستا سعید جلیلی نماینده علی خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی نیز گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در ارتباط با وقایع سال 88 در حس قرار نگرفتند. جلیلی افزوده حسر موسوی و کروبی ربطی به وقایع سال 88 ندارد و آنها یک سال بعد از این وقایع به خاطر تلاش برای کلید زدن فتنه جدید در نظام اسلامی محصور شدند. وی اشاره به جزیات این فتنه جدید نکرده اما به نظر میرسد منظور این عضو شورای عالی امنیت ملی تداوم حمایت رهبران جنبش سبز از اعتراض های خیابانی به نتیجه انتخابات سال 88 باشد. آقای جلیلی گفته نباید مسئله هست این افراد با وقای سال 88 یکی دانسته شود. به نظر میرسد رسد اظهارات این نماینده علی خامنهای در پی تشکیک علی متحری در از بین رفتن شرط عدالت خامنه ای در جایگاه ولایت فقیه بیان شده باشد بر اساس نظر روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی چنانچه ولی فقیه شرط عدالت را از دست بدهد دیگر حق ولایت نخواهد داشت و از این سمت کنار گذاشته خواهد شد این برای نخستین بار است که یک مقام نزدیک به علی خامنه ای مدعی می شود حصر موسوی و کروبی ارتباطی با وقایع سال 88 ندارد تا دامن رهبر را در پرونده حصر پاک نشان دهد جلیلی با طرح این ادعای جدید تلاش کرده نشان دهد در صورت رفع حصر این دو رهبر جنبش سبز آنها به فعالیت ها برای راهندازی فتنه جدید ادامه خواهند داد و به همین خاطر در حس نگه داشته می شوند. مهدی کروبی و میر حسین موسوی کاندیداهای های معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. از هفته گذشته بهای انواع نان در ایران تا سی درصد افزایش یافت همزمان خبرگزاری فارس از افزایش چهل درصدی قیمت نان گفت به گفته یک مقام مسئول گران شدن نان باید در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت می گرفت. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم گفته است که دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد ولی این اجازه را به نانوایی ها می دهد تا بر اساس شرایط هر استان از روز دوشنبه برای جبران هزینه ها حد اکثر تا سی درصد قیمت نان را افزایش دهند. آقای نوبخت گفته است دولت یارانه خرید گندم را همانند سابق پرداخت خواهد کرد معاون رئیس جمهوری ایران تصریح کرده است این تصمیم به استانها ابلاغ شده است و آنها می توانند از فردا یا چند هفته دیگر متناسب با شرایط استان در بحث هزینه ها این تصمیم را اجرایی کنند که حداکثر افزایش قیمت تا سی درصد خواهد بود. وی اضافه کرده است سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر نحوه اجرای تصمیم نظارت خواهد کرد و باید همه تلاش کنیم که به گونه ای عمل شود که هم تولید کننده و هم مصرف کننده و هم عرضه کنندگان نان متضرر نشوند. گزارش ها حاکیست که دولت اول آذر سال جاری افزایش سی درصدی قیمت نان را مسبب کرده بود که این مسببه بنا به مصالحی قرار شد از روز دوشنبه به اجرا گذاشته شود خبرگزاری مهر نیز اشاره می کند به اینکه با مسببه دولت قیمت نان می بایست از آغاز آذر ماه افزایش می آفد. اما مذاکره درباره بهای نان در استانهای مختلف ایران به ویژه در تهران ادامه دارد. به گزارش مهر قرار بر این است که بهای نان در هر یک از استانهای کشور بنا به نیازهای آن استان تعیین شود و کارگروهی هم به ریاست استانداران تشکیل شود تا در این مورد نظرات کارشناسی را در کنار هم ارزیابی کرده و در مورد قیمت نان در استان خود تصمیم بگیرند. مهر به نقل از محسن لزومیان رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نان می نویسد که دولت سهمیه ده روز نانوایان را به صورت پیشا پیش در اختیار آنها قرار داده تا در صورت اعلام رسمی افزایش قیمت نان، نانوایان ظرف ده روز نان را با آرد دریافتی از دولت به قیمت قبل عرضه کنند. لزومیان در این گفتگو می با اعلام رسمی افزایش قیمت نان هیچ نانوایی حق افزایش قیمت تا ده روز را ندارد و در این دوره ده روزه حتما باید قیمت نان را نیز بدون تغییر همچون سابق اعمال کنند در غیر این صورت با متخلفان برخورد جدی صورت می گیرد. در آذر ماه 1392 رئیس اتحادیه نانوایان تهران محمد حسن نظری احتمال داده بود که قیمت نان در سال 1393 افزایش یابد. به گفته نظری با آنکه در آن موقع نرخی جدید برای نان تصویب شده بود اما واحدهای سنفی نانوایان هنوز با نرخ سال پیش از آن کار می‌کردند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی نیز در شهریور ماه سال 1392 گفته بود که با اولین مشکلی که پس از آغاز دوره ریاست جمهوریش مواجه شده وضع از تامین کالاهای اساسی از جمله گندم بوده است. او از نحوه هدفمندسازی یارانه ها و واردات بی سابقه گندم در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بود. از امروز دوشنبه قیمت نان سنگک از 600 تومان به 780 تومان، نان بربری از 500 تومان به 650 تومان، نان لواش از 160 تومان به 208 تومان و نان تافتون از 300 تومان به 390 تومان افزایش خواهد یافت. هفته گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد ایران تحت توافق موقت اتمی با قدرت‌های جهانی مقدار بیشتری از اورانیوم غنی خود را به سوخت راکتور تبدیل می‌کند در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا از یک نظرسنجی خبر داد که طی آن 81 درصد پاسخگویان تهرانی تمدید مذاکرات هسته‌ای را سودمند و 19 درصد مضر دانستند ایران بر مبنای توافق شش ماهه ژنو که سوم آذر سال 1392 به دست آمد پذیرفت که ذخایر اورانیوم 20 درصد غنی شده خود را یا رقیق کرده و یا به میله سوخت تبدیل کند به دنبال تمدید این توافق برای چهار ماه دیگر در تیر ماه امسال ایران پذیرفت که 25 کیلوگرم دیگر از اکسید اورانیوم بیشتر غنی شده خود را به سوخت هسته تبدیل کند این میزان یک چهارم از ذخایر کلی اکسید اورانیوم ایران بود منبع دیپلماتیکی که با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده افسوده است بر مبنای تمدید هفت ماهه مذاکرات هسته‌ای ایران با پنج به علاوه یک که در سوم آذر امسال به دست آمد جمهوری اسلامی قبول کرده که هر ماه 5 کیلوگرم دیگر از ذخایر اکسید اورانیوم خود را به سوخت هسته‌ای تبدیل کند رویترز همچنین به نقل از یک مقام رسمی آمریکا گزارش داده که یک بار تبدیل اکسید به صفحات سوخت برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران کار جمهوری اسلامی را برای استفاده مجدد از آن در تولید سلاح هسته‌ای واقعا دشوارتر و زمانبرتر می کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی آبان ماه اعلام کرد که ذخایر اورانیوم 5 درصد غنی شده ایران به 8 میز 4 تن رسیده است. هرچند رویترز بعدا گزارش داد که آژانس در گزارش دیگری این رقم را اصلاح و آن را 8290 کیلوگرم عنوان کرده است. میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از جمله موضوعاتی است که در مرکز بحث و گفتگوها در مورد برنامه اتمی تهران قرار دارد. ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه یک سال بعد از توافق ژنو تصمیم گرفتند مذاکرات خود را برای پایان دادن به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هفت ماه دیگر ادامه دهند. در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران خبرگزاری دولتی ایرنا از یک نظرسنجی تلفنی بعد از تمدید مذاکرات از شهروندان تهرانی خبر داد بر اساس این گزارش ایرنا نوشت نتایج تازه ترین نظرسنجی اداره کل پژوهش و بررسی های خبری ایرنا از شهروندان تهرانی نشان می دهد که 81 درصد پاسخگویان دیدگاه مثبت نسبت به تفاهم وین و تمدید گفتگوهای هسته‌ای دارند و این تمدید را به نفع ایران می‌دانند. بر پایه این نظرسنجی که در سطح مناطق 22 گانه تهران انجام شده است، تنها 19 درصد از پاسخگویان این تفاهم را به ضرر ایران می‌دانند. در نظرسنجی ایرنا که در روزهای چهارم و پنجم آذر ماه انجام گرفت از پاسخگویان خواسته شد در مورد چشمانداز این مذاکرات در آینده نظر خود را اعلام کنند که 79 درصد آن را مثبت و 21 درصد منفی دانستند در این نظرسنجی آمده است 29 ممیز 6 دهام درصد از تیم مذاکره کننده خواستند که از حقوق ملت دفاع کند. 9 ممیز 3 دهم درصد خواستند که تیم مذاکره کننده در مذاکرات انعطاف پذیر باشند تا حدی که به منافع ملی آسیب نرسد. دو ممیز 8% درصد اعلام کردند که مردم از تیم مذاکره کننده همواره حمایت می کنند. یک ممیز 9 درصد اظهار کردند که مذاکره نکنند چون بیفایده است. گفته شده است که 59 ممیز یک دهام درصد پاسخگویان در این نظرسنجی مرد و 40 ممیز 9 دهم درصد زن بودند. همچنین از نظر سنی جوانترین فرد 19 سال و پیرترین فرد 83 سال دارد و میانگین سنی پاسخگویان 40 نیم سال بوده است. بسیاری از کارشناسان و محققان نظرسنجی های حکومتی را به دلیل جهتدار بودن آنها فاقد اعتبار می دانند. هفته گذشته حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد کمیسیون ماده ده احزاب در نشست خود به حزب ندای ایرانیان مجوز فعالیت داده است گروهی از اصلاح طلبان با نگاه انتقادی به عملکرد اصلاح طلبان در سال 88 این حزب را تشکیل دادند گفته می شود صادق خروزی دبیر کل این حزب با چراغ سبز علی خامنی قصد نامزدی برای انتخابات عادی ریاست جمهوری را دارد حزب ندای ایرانیان از کمیسیون ماده ده احزاب مجوز فعالیت گرفت. شهاب الدین تباتبایی عضو هیئت مؤسس حزب ندای ایرانیان در این باره به سایت ندای ایرانیان گفته است امروز سهشنبه اطلاعیه اعلام موجودیت حزب را صادر می‌کنیم و دفاتر استانی ما بعد از این اطلاعیه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. به تشکیل مقدمات برگزاری کنگره این حزب را اولویت کاری آن دانست و گفت قرار است نخستین کنگره سراسری ندای ایرانیان بهمن ماه برگزار شود همچنین بهروز شجاعی مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات حزب ندای ایرانیان گفت به زودی مرامنامه حزب منتشر می شود و یک نشست خبری برنامه های آتی حزب را تشریح خواهیم کرد در پی رویدادهای سال 88 و اعتراضات خیابانی پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بسیاری از اصلاح طلب که در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند بازدار شدند و فعالیت دو حزب اصلی آنها جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی دستگاه قضایی ممنوع اعلام شد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی گروهی از اصلاح طلبان با نگاه انتقادی به عملکرد اصلاح طلبان در سال 88 و تندرو خواندن اعتراضات آن سال در مرداد ماه سال جاری ندای ایرانیان را تشکیل دادند. ندا مخفف عبارت نسل دوم اصلاح طلبان است اما برخی از مؤسسان آن میگویند قصد استفاده از چنین نامی را ندارند. بیشتر اعضای این حزب عضو گروه‌های اصلاح طلب ممنوع شده بودند و صادق خرازی نماینده سابق ایران در سازمان ملل نخستین دبیر کل این حزب به شمار می رود. هیئت مؤسس این حزب در نخستین بیانیه خود اعلام کرده که یکی از استراتژی‌های آنها دوری جستن از نگرش‌های مبتنی بر تحریم و رکود سیاسی است. آنها ضمن مخالفت با روش‌هایی که امکان ایجاد تنش و نزاع نسبت به آن وجود دارند، نوشتند چنین روش هایی نه تنها کمکی به دموکراسی نمی کند بلکه به دلایل فراوانی به سرعت موجب تعطیل شدن سیاست ورزی قانونی و انصداد در فضای سیاسی و حوزه عمومی می شود و نتیجه آن چیزی نیست جز هرچه بیشتر به محاق رفتن آزادی و دموکراسی سایت جام نیوز نزدیک به اصولگرایان در آن زمان نوشت هسته مرکزی این حزب متشکل از دوازده نفر است که به جز صادق خرازی کسانی چون سجاد سالک، شهاب تبا تبایی، داوود روشنی و سعید نور محمدی از اعضای جبهه مشارکت و حسن یونسی فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی از اعضای هستند. هادی حیدری عضو جبهه مشارکت و حجت شریفی عضو سازمان دانش ایران ادوار تحکیم وحدت از دیگر اعضای هیئت مؤسسه ندای ایرانیان بودند که از سمت خود استعفا دادند هادی حیدری در ابتدا سخنگوی این حزب بود گفته می شود زمستان گذشته صادق خرازی در چند ملاقات با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره درخواست فعالیت این حزب با او گفتگو کرده است خواهر صادق خرازی همسر مسعود خامنه ای فرزند خامنه است بخشی از اصلاح طلبان با روی کرده حزب ندای ایرانیان مخالفند و آنها را به دلیل آنچه نادیده گرفتن جنبش سبز در سال 88 می دانند مورد انتقاد قرار دادند. در سوی دیگر گروهی از اصولگرایان نیز فعالیت این حزب را پوششی برای ادامه فعالیت های جبهه مشارکت و دیگر گروه های اصلاح طلب می دانند. هفته گذشته کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور بیانیه ای منتشر کرد و از اشکال گوناگون و پیچیده سانسوری که در ایران اعمال می شود انتقاد کرد. کانون نویسندگان ایران در سال 87 13 آذر ماه را روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه ای ابتدا به سانسور کتاب در یک سال گذشته اشاره کرده و نوشته است در یک سال اخیر به رغم وعده های انتخاباتی دولت جدید مانند سالهای گذشته چه در عرصه کتاب و چه در عرصه هنر و مطبوعات و اینترنت شاهد حضور پدیده ضد آزادی بیان بوده ایم. انتشار کتاب همچنان در گروه دریافت مجوز چاپ است. به خصوص آنکه برخی آثار نویسندگان در خارج کشور ترجمه و منتشر شده اما در داخل با آنها مجوز چاپ ندادند. کانون نویسندگان سپس به نمونه های نوظهور و اشکال پیچیده تر سانسور اشاره می کند و می نویسد کاربران وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی همچنان مورد حجوم دستگیری و بازداشت هستند. فیلترینگ سایت ها و شبکه های اجتماعی مجازی به قوت خود باقی است و حاکمیت بنا دارد در آینده نزدیک با راهاندازی اندازی فیلترینگ هوشمند و به کار بردن سانسور نظاممندتر استفاده از فضای مجازی را برای مردم دشوارتر و پرهزینه‌تر تر کند. کانون نویسندگان همچنین از بازداشت روزنامه نگاران یاد می کند. روزنامه نگاران بسیاری در زندان به سر می برند و شغل روزنامه نگاری در ایران با خطر مضاعف همراه است. همزمان با انتشار بیانیه کانون نویسندگان ایران فاطمه اختصاری و مهدی موسوی دو شاعر به همراه یک مستندساز که نامش فاش نشده به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با شاهین نجفی که از او به عنوان خواننده مرتد یاد می در دادگاه انقلاب محاکمه شدهاند. پیش از آن هم آریا جعفری عکاس خبرگزاری دانشجویان ایرنا ایسنا در اصفهان به جرم عکاسی از تجمع مردم در اعتراض به اسید پاشی های زنجیری در اصفهان بازداشت شده بود. کانون نویسندگان ایران در بیانیهش به پارازید اندازی بر شبکه های هم به عنوان یکی از شکل های تازه سانسور اشاره می کند و می نویسد ارسال پارازیت به منظور جلوگیری از فعالیت ماهواره ها نه تنها حق مردم را برای دیدن و شنیدن آنچه دوست می‌دارند پایمال کرده بلکه سلامت آنها را نیز به خطر انداخته است در دیماه سال گذشته ماموران امنیتی از برگزاری جلسه ماهانه کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده بودند و سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در بهمن ماه سال گذشته فعالیت کانون نویسندگان ایران را مشروط کرده بود به دیگرگونیهایی هایی در اساسنامه آن و جدایی کانون از پیشینه با این حال سرانجام پس از یک دهه شهری بر ماه سال جاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در مکانی خصوصی در حیات یک مجتمع مسکونی در تهران برگزار شد. ادی زیادی از اعضای کانون نویسندگان ایران از سراسر ایران در این مجمع حضور داشتند و کانون توانست انتخابات هیئت دبیران را برگزار کنند. کانون نویسندگان ایران در سال 1387 13 همه ماه را به یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو نویسنده عضو این کانون که آذر ماه سال 1377 در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. در آن زمان کانون نویسندگان در بیانیه ای از سانسور به عنوان قلع و قمع فرهنگی یاد کرده بود. در پایان برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و را در جریان آن قرار میدهد. این هفته به بررسی برخی از روزنامه‌های ترکیه می‌پردازیم از جمله روزنامه یعنی شفق در خبری با عنوان شوک گازی غیرمنتظره مینویسد لغو جریان گازی کریدور جنوب از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و تغییر جهت آن به سمت ترکیه اروپا رو شوکه کرده یعنی شفق عنوان کرده که عبور این خط لوله از ترکیه که تبدیل به امیدی برای کشورهای حوزه بالکان نیز شده به عنوان شراکت استراتژیک ترکیه و روسیه ارزیابی می شود این روزنامه می افزاید تاسیس خط لوله در خاک ترکیه و انتقال گاز روسیه به اروپا از این طریق سبب ایجاد شوک در کشورهای اروپایی و به خصوص اروپای شرقی شده و روزنامه سبا در گزارشی به نقل قول از جانکری وزیر امور خارجه امریکا نوشته مبارزه با داعش می سالها به طول به انجامد او در مورد تشکیل منطقه حائل در حاشیه مرز سوریه و ترکیه گفته فعلا عنوان این مطلب که با ترکیه به تصمیمی مشترک رسیده ایم بی موقع هست اما روزنامه ملیت ترکیه روز پنج شنبه در گزارشی خبر از دستگیری یک عضو ارشد القاعده لیبی در ترکیه رو داده و نوشته این فرد با گذرنامه جعلی و با نام عواد عبدالله در شهر یالوای ترکیه توسط اداره امنیت این کشور دستگیر شده و برای بازجویی به امریکا فرستاده شده ملیت نوشته این فرد یکی از عوامل اصلی حمله به سفارت امریکا در بنغازی است که در آن عملیات تروریستی سفیر امریکا در لیبی کشته شده بود و خبرگزاری آناتولی هم روز پنجشنبه از حکم دادستانی شهر استانبول در مورد افرادی نوشت که طی ماه گذشته به نظامیان امریکایی در شهر استانبول حمله کرده بودند این افراد که منتصب به جریان ملیگرای ترکیه هستند ماه پیش در حالی که یک ناو امریکایی در ساحل استانبول پهلو گرفته بود به شکل تحقیرآمیزی سرس سرباز امریکایی رو در کیسه نایلونی فرو کردند و با شعار دان که از خاورمیانه گم گمشو رفتار تحقیرآمیزی با سربازان نیروی دریایی امریکا داشتند حالا دادستانی شهر استانبول برای 13 نفر از این افراد تقاضای مجازات زندان از 1.5 تا 10 سال کرده بیشتر نیز البته وزارت خارجه ترکیه طی بیانیه ای این عمل رو محکوم کرده بود و گفته بود که این قبیل رفتار افکار عمومی ترکیه رو نمایندگی نمی کنند. اما این روزها توچه البیرا دختر شجاع ترکتبار آلمانی هم در کشور آلمان و هم در ترکیه به نماد مبارزه در برابر خشونت علیه زنان تبدیل شده خبر تاسفوار مرگ این دختر جوان در این هفته میلیون ها نفر رو در آلمان و ترکیه تحت تاثیر خودش قرار داد. توچه انگام دفاع از دو دختر آلمانی که مورد آزار جنسی چند پسر جوان قرار گرفته بودند، از ناحیه سر مورد اسابت مشت یکی از این جوان ها قرار میگیره و متاسفانه پس از اینکه مدتی در کما بود در این هفته جان باخت در مراسم تدفین او شماری از مقامات آلمانی و همینطور سفیر ترکیه نیز حضور داشتند یک صفحه اینترنتی هم با عنوان درخواست مدال لیاقت برای توچه در این هفته راه اندازی شد که حدود 200 هزار نفر به این صفحه پیوستند تا جایی که رئیس جمهور آلمان گفته دفتر او درخواست اعطای نشان لیاقت به توچه را مورد بررسی قرار خواهد داد بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را میتوانید در وبسایت ما به آدرس ایران فردا live.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebookcom ایران فردا تیوی با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر بدرود.